تلسکوپ جیمز وب اکنون مشغول ثبت نخستین تصاویرش از کیهان است و کسانی که آنها را دیدند عمیقا شگفت زده شدند، اما ما برای دیدن عکس‌ها باید کمی بیشتر صبر کنیم. 6 ماه از زمانی که موشک اروپایی آریان 5 تلسکوپ فضایی جیمز وب را به مدار زمین فرستاد می‌گذرد. از آن زمان تا کنون این تلسکوپ فوق پیچیده با موفقیت سپر خورشیدی بزرگش را گشوده، ابزارهای علمیش را راه اندازی کرده و به نقطه مقصدش در فاصله تقریباً 1.5 میلیون کیلومتری از زمین رسیده است. این دوره استراب‌آور در فضا پس از نزدیک به 2 دهه تلاش برای طراحی، ساخت و آزمایش تلسکوپ روی زمین پیش از پرتاب آن در روز کریسمس سال 2021 گذرانده شد. اما اکنون تمام این مراحل سخت پشت سر گذاشته شده و آینه عظیم 6.5 متری تلسکوپ با خیره شدن به جهان داده‌ها و تصاویر علمی را جمع‌آوری و ثبت می‌کند. جیمز وب بزرگترین و قدرتمندترین تلسکوپی که انسان تا کنون به فضا فرستاده، هم‌اکنون مشغول آشکارسازی اطلاعات تازه درباره جهان ماست. توماس زوربخن، مدیر واحد برنامه‌های علمی ناسا، چهارشنبه در جریان کنفرانسی خبری گفت: عکس‌ها هم‌اکنون در حال ثبت شدن هستند. در حال حاضر برخی اطلاعات علمی شگفت‌انگیز با موفقیت ثبت شدند و برخی دیگر با پیشروی به جلو جمع‌آوری می‌شوند. ما در میانه دستیابی به اطلاعات تاریخ ساز هستیم. ناسا میگوید قصد دارد سه‌شنبه 21 تیر ماه در ساعت 19 به وقت ایران چندین عکس را که نتیجه مشاهدات نور اول جیمز وب هستند منتشر کند. روز چهارشنبه مقام‌های سازمان فضایی گفتند این تصاویر و داده‌ها شامل ژرف‌ترین تصویر ثبت شده تاکنون از کیهان و همچنین طیف رنگی جو سیاره‌ای فراخورشیدی در اطراف خواهند بود. جیمز وب با نگاه در نور فروسرخ می‌تواند اثر انگشت مولکول‌های کوچک مانند دیوکسید کربن و اوزون را شناسایی کند. عناصری که سرنخ‌های معنادار درباره سکونت پذیری جهان‌های اطراف دیگر ستارگان ارائه خواهند داد. همچنین نایب رئیس ناسا گفت از تصاویری که جیمز وب تاکنون تهیه کرده شگفت زده شده است. او افزود آنچه دیدم به عنوان یک دانشمند، به عنوان یک مهندس و به عنوان یک انسان مرا تحت تاثیر قرار داد. به لطف پرتاب دقیق موشک آریان 5 جیمز وب سوخت کافی برای انجام ماموریت تا 20 سال را دارد. هرچند تلسکوپ تاکنون 5 مرتبه با ریز شهاب‌ها برخورد کرده، اما به گونه‌ای طراحی شده که آسیب ناشی از این حوادث را با حاشیه فراوان در نظر بگیرد. زوربخن نیز در نخستین برخورد خود با داده‌های جیمز وب شگفت زده شد. او گفت وقتی به نخستین عکس‌های گرفته شده با تلسکوپ نگاه کردم نزدیک بود به گریه بیفتم. این مقام ارشد ناسا افزود واقعا سخت است که از دریچه جدید به جهان نگاه کنید و عمیقا تحت تأثیر قرار نگیرید. واقعا لحظه ای احساسی است وقتی میبینید طبیعت ناگهان برخی از اسرارش را فاش میکند. دوست دارم شما خیال پردازی کنید و منتظر آن باشید. متاسفانه ما باید 11 روز دیگر صبر کنیم تا ثمرات نهایی نخستین مشاهدات جیمز وب را ببینیم. ناسا گفته هیچ عکسی را زودتر از این تاریخ منتشر نخواهد کرد. اما ما که 20 سال برای پرتاب و آغاز فعالیت جیمز وب به عنوان جانشین واقعا شایسته تلسکوپ فضایی هابل انتظار کشیدیم، یقینا میتوانیم چند روز بیشتر صبر کنیم. دمتون گرم که ویدیو رو تا اینجا تماشا کردین. اگر که ویدیو مورد پسندتون بوده و خوشتون اومده لایک کنید و کانال سابسکرایب کنید که ویدیو به افراد بیشتری نمایش داده بشه و این باعث دلگرمی ما میشه. دمتون گرم، خدا نگهدار.